عرض ادب، امروز سه شنبه 25 ژوئن 2024 برابر با 5 تیر 1403. دیروز انتخابات میان دوره‌ای در یکی از مناطق مهم تورنتو، منطقه سانت پال، برگزار شد و دولت و نماینده لیبرال ها شکست خورد. البته با چند صد تا رأی از دست داد اونجا رو. و محافظه‌کارا بعد از در حقیقت 15 سال تونستن یک کرسی در تورنتو به دست بیارن که خبر مهمی برای محافظه‌کارا بود و یک خبر بدی برای جاستین ترودو و لیبرالا محسوب شد. این منطقه سن پال 30 سال بود که دست لیبرالا بود و این اواخر هم خانم دکتر بنت از یهودیان حزب لیبرال که جدیداً دیگه بازنشسته کرد، خودشو بهش پست سفارت دادن تو دانمارک و بلژیک. و در حال خانم لسلی چرچ با 40% در برابر دان استوارت محافظه‌کار با 42% باخت. ببینید یک نکته که خیلی مهمه، سنت پال منطقه‌ای که بین اسپادینا و در حقیقت آزینگتون و تا نزدیکای لکشور و دوپان تو منطقه هستش، بیشتر منطقه طبقه متوسط، طبقه کارمندی محسوب میشه و اقلیت ها از چیزهای مختلف و یعنی ذاتاً منطقه که یا NDP بودن یا لیبرال ها. بنابراین دقیقا مثلا همین دان استوارت 25% آرا رو برد. سیاست های غلط دولت ترودو باعث شدش که مثلا در مورد مسکن، گرانی بیش از حد، رویه بیش از حد مهاجر آوردن بدون اینکه بتونن براشون کاری داشته باشن، که عملا دستمزدها رو شکوندن، بی‌نظمی، ناامنی تو بعضی حتا مثل برامتون، خلاصه داستانهایی رو به وجود آوردن دیگه. الان دیدم که یه سری خواهان تحلیلگرا میگفتن که جاستین ترودو، حتی اگه جاستین ترودو هم الان استعفا بکنه، حزب لیبرال در انتخابات که سال بعد خواهد شد شکست سختی خواهد خورد. و یه سری هم میگفتن الان بره به نفع جاستین ترودو، ولی کریستیا فریلند که در حقیقت آدم واقعا هیچی نبود، این آوردش بالا و همه کارش که الان معاون ترودو و از همه مهمتر وزیر اقتصاد کشور، در حالی که وارد هم نیست اصلا، این اومد دفاع کرد، گفت نه ترودو میمونه و هیچ اتفاقی هم نیفتاده. و ولی ترودو خودش گفت من صدای مردم رو شنیدم، ولی واقعا صدای مردم رو شنید. ولی یه پیام خیلی مهمیه برای جاستین، برای علی احساسی نماینده ضد ایرانی صهیونیست ویلودل و مجید جوهری نماینده لیبرال ریچمونتی، که هیچ کدومشون برای ایرانی کانادایی ها کاری نکردن. علی احساسی که اصلا کلی هم ضد منافع باقی ایرانی ها کار کرد، در هر حال هیچ کاری نکردن. ببینید یه پیامی داره که به احتمال قوی اینا هم شکست سختی خواهند خورد تو انتخابات بعدی دیگه. یعنی حتی سیاست خب اینجا همینه و میان و میرن و بعدی هم چون مهاجر نشینه خیلی اصلا نمیشناسن اینا رو دیگه، اسمی هم ازشون نمیمونه در تاریخ، اونایی هم که میشناسن ازشون به خوبی یاد نخواهند کرد. یک سوالی که از چیز دارم، علی احساسی دارم، اینه که علی احساسی وکیله و عضو کمیسیون قضایی دادگستری کانادا هم هستش، عضو کمیته دوستی اسرائیل و کانادا هم هست. ولی یه سوال دارم آقای علی احساسی، حالا تو برای ایرانی ها کاری نکردی، خودت هم میگی ایرانی ها اصلا، من برای ایرانی ها اتکا ندارم، دو دورم برنده شدی، خب فکر میکنی که زرنگ بودی و خودت باهوش بودی تونستی این کار رو بکنی. انتخابات بعدی هم البته 2025 مشخص میشه که واقعا چقدر توانایی داشتی دیگه. تو سیاست ماراتونه، باید منتظر بود. من با عنوان خبرنگار و منتقد منتظر میمونیم و ببینیم که چه کسی تحلیلش به واقعیت نزدیکه. ولی یه سوال دارم، آرش میساقی از
قالتاقا و کلاهبردارهای بزرگ و یک آرسن لوپن های معاصر که کم هم نیستن تو کانادا به خاطر ضعف قوه قضاییه و این کلاهبرداری هایی که کرده بود و ده ها نفر سرشون رو کلاه گذاشته بود، ولی به قول مامور پلیس میگفت این بشر 50 بار دستگیر شد ولی حتی یک بار هم زندان نرفته بود، یعنی قاضی ها آزادش میکردن چون همه چیز به اسمای کسای دیگه ای بوده. خب تو چی کار کردی برای مردم کانادا؟ چی کار کردی برای اینکه قوه قضاییه این همه پلیس میره دستگیر میکنه، پرونده درست میکنه، بعدن این کلاهبردارا رو نمیتونید کارشون بکنید به خاطر اینکه کانادا شده بهشت پولشویی؟ فقط جایتون میاد که فقط میگید مال پول ایرانی ها بده که اونم هیچ کاری خودتون نمیکنید، هیچ کسی معرفی نمیکنید، هیچ کس هم ندیدیم که اخراجش بکنید از اینا که پولای نامشروع دارن پولشویی میکنن از ایرانی ها. خب بعد چی کار میکنی؟ خب اگه آرش میساقی، اگه تو که 8 سال نماینده مجلسی کاری کرده بودی، لابی کرده بودی، یه قانونی آورده بودی، دیگه نمیتونست. هم آرش میساقی زنده بود، هم سمیرا یوسفی زنده بود، همون خود آقای کات که این دوتا رو کشت، سرش رو کلا گذاشته بودن 1,300,000 دلار و در حال بنده خدا یه اشتباهی هم که خودشو نمیدونم چرا کشت، اگه خودشو نمیکشت با وجدانی بود، با شرفی بود. یه یاد داشتم گذاشته بود برای زنش که من مثلا نمیذارم هیچ این تبهکارا این جنایتکارا سر کسی دیگه کلا بذارم. خدا وکیلی این بشر که عدالت دست خودش گرفته، چون نشون داد عدالت تو کانادا ضعیفه، اگر این بشر خودش رو نکشته بود در نهایت بهش 15 سال زندان میدادن. بعد از 5 سال هم میومد بیرون، هم تو زندان قهرمان بود هم تو بیرون قهرمان میبود، هم باعث خیلی تحولاتی میشد. آقای علی احساسی، خون این ستایی که کشته شدن رو دست تو و جاستین ترودو هم هست، ما یادمون نمیره، چون هیچ کاری نکردی برای اینکه قوه قضاییه فشل کانادا تصحیح بشه. الان بعضی از پرونده‌ها 2 سال 3 سال از قاضی‌ها پرونده‌ها رو میندازن باطل میکنن. مواد مخدر بوده تو اونتاریو، ماه گذشته کلا پرونده رو قاضی انداخت بیرون چون گفت خیلی طول کشیده، 1.5 سال طول کشیده. سکشوال اسالت انداختن بیرون چون زندان‌های اونتاریو پر، انقدر پر شده زندان جا ندارن، مجبورن زندان بسازن. میفهمم بین زندان‌های استان با فدرال فرق میکنه، ولی یک سری قرائم جنایی قوانین فدراله. در حال فکر میکنید مردم نمیفهمن؟ میفهمن. ما هم سیاست رو خیلی خوب میشناسیم، سیستم کانادا رو هم خوب میشناسیم و میدونیم توی علی احساسی آدم خوبی نیستی، آدمی هستی که نه برای کانادایی دلت میسوزه، برای هیچ کس دلت نمیسوزه، فقط فکر میکنی که برای قدرت دلت میسوزه که اونم فقط فکر میکنم بدنامیش برات میمونه و در حال آدم هم نمیشی. امیدوارم مردم منطقه 2025 بدونن که چه نماینده ای دارن و تو صندوق های رای نظرشون رو اعلام کنن، مثل رضا موریدی که با خفت رفیق. تا برنامه دیگه شاد و شادکام باشید.